حملات گسترده طالبان بر مرکز ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی دفع شد. اما سوال اساسی اینجاست که چرا حکومت با وجودی که دست بالا هم دارد و مردم در کنارش هست بالای تمازان حمله نمیکنه تا طالبان را به صورت کامل از دایکندی بیرون کند، ولی در دیگر نقاط هزارستان از جمله بیسود و سریپول و سنچارک و جاهای دیگر چی میگذرد؟ برام خدا سلام بر شما خاتمان عزیز، آرزومن هستم هر جا که هستین صحتمند و سرحال باشین. امروز 14 جون با معذرت 14 جون برابر با 24 جوزای سال 1400 هجری شمسی بود و در این کلیپ میخوایم تازه ترین خبرها را کم و بیش از سراسر هزارستان مثلا شما دوستان عزیز برسانم. امیدوار هستم که تا پایین با ما همراه باشین. اگر از طریق یوتیوب ما را بینیده هستین، خواهشن ویدیوهای ما را لایک بزنید و همچنان تازه که بر جمع پیوستین سابسکرایب بکنید و اما زنگوله را هم بزنید که ویدیوهای بعدی ما آپلود میشه شما خبر شوین. و اگر از طریق فیسبوک بینیده هستین، خواهشن به اشتراک بمانید. منابع محلی و امنیتی در دایکندی گزارش میدهد که بار دیگر حملات طالبان بر مرکز ولسوالی پاتو یعنی منطقه قخور عقب زده شده است. درگیری تا همین لحظه که من با شما هم صحبت دارم در این منطقه و قسمت‌های از پاتو جریان دارد و هر دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین نیز استفاده می‌کند. طالبان که حدود چند روز می‌شود بر ولسوالی پاتو حمله کرده بودند و در تمازان جابجا شدند، تا به حال چندین حمله به سمت مرکز ولایت و همچنان مرکز ولسوالی پاتو انجام دادند که هر بار که حمله کردند در هر دو جبهه شکست خوردند. این در حالی است که صدها تن از باشندگان دایکندی از ولسوالی های مختلف در کنار نیروهای امنیتی استاد شدند و به طالبان اجازه پیشروی ندادند. میخوایم جزئیات بیشتر از آقای محمدی صاحب بر شما دوستان عزیز نشر بکنیم. معامل از پیشتر گفتگوی با آقای حاجی محمدی از بزرگان ولسوالی پاتو داشتیم، البته به صورت صوتی هست، میخوایم برای شما دوستان عزیز را نشر بکنیم. بشنویم. ولی پاتو قریه کخور کشانده که امروز دو کوئی بلند بلند دارده و شاها و دو کوئی بلند گرفته بوده طالبا در منطقه چلخانه و مساحی مرکزی فعلی ولسواری پاتو با سلاحای دربرد مردم هدف قرار می گرفته می داده، اگر زن بوده، اگر مرد بوده، اگر ملکی بوده یا نظامی بوده، مردم بسیار نفس تنگ کرده بود. باز اینمی دمای غروب جوان ها رفت و نیروهای دفاعی مردمی و نیروهای خیزشی مردمی و نیروهای دفاعی کلگی رفت سر دو موقعیتی که طالبا گرفته بود و عملیات انجام داد. دشمن از اونجا عقب زد، فعلاً هم جنگ جریان داره، دشمن کمی عقب زده شده. آقای محمدی صاحب، چرا حکومت بالای منطقه گیزاب حمله نمی کنه در این وقتا؟ پاسخشون چیه؟ والا نمیدونم. ما با تمام بزرگا و وکلای و روزگان و دایکندی در ارتباط هستیم که باید که عملیات پاکسازی را برای ولسوالی گیزاب انجام بده که متاسفانه تا هنوز دولت همینطور نه تنها در روزگان یا در دایکندی بلکه در اکثر ولایت ها روزانه چندین ولسوالی سقوط میکنه، در دست دشمن میفته. دیگه نمیفهمم پلان حکومت از این برنامه چیست، چرا حمایه نمیکنه نیروهای دفاعی را. بسیار تشکر. محمدی صاحب، از تلفات چیزی خبر داری خودت؟ هرچند که نیروی طالبان تلاش میکنه که تلفاتشان را انکار بکنن، ما شما چی میشنیم؟ تلفات دشمن چقدر بوده و بر مردم ملکی و نظامی همین خصوصا امروز تلفات وارد شده؟ نیروهای دولتی و نیروهای خیزش مردمی که الحمدلله ما تلفات نداریم، زخمی که ما بهش داشتیم در منطقه خود الحمدلله که هیچ زخمی بود و شهید نداریم. و از طرف از دشمن تلفات زیاد گزارش میشه. خب آدم نمیتونه تمام راپورا را تایید کنه به خاطری که طالبان یک پلان داره، حتی آدم خود قریه مردم قریه مردای خود را شب دفن میکنه نشون نمیده. با گفته اهالی بالای 35 نفر تلفات داشته طالبان، تلفات کشته و زخمی داشته در طول جنگ 5 روزه. جناب محمدی صاحب، کسی آواره هم شده نشده؟ خانواده های آواره و بیجا شده داریم؟ اگر داریم بر اون رسیدگی صورت گرفته یا نه؟ قبلا ما آواره داریم، کسانی از خود منطقه تمازان کوچ در مرکز ولایت آمده و ما
مردم خانه های خود ترک کردم و دوروبر مرکز ولسوالی و مرکز قماندانی کلگی از اونجا واره شده بی جای شده و طرف بالای خود رفته بچان طرف مرکز ولایت دایکندی آمده، اما متاسفانه نه از طرف حکومت نه از طرف کدام مؤسسات خیریه هیچ توجهی صورت نگرفته و همراه از مردم کمک نشده. خب سر تشکر از آجی صاحب محمدی از بزرگان ولسوال پاتو بود که جزئیات بیشتر از جنگ پاتو میداد. دوستای عزیز در این منطقه بسیار جاهاشون آنتن‌های مخابراتی قطع هست، اگر شما فامیلاش مدار اونجا زندگی میکنه زیاد نگران نباشن، یا برخی از اونجا برآمد یا برخی که در اونجا هست تلفن نداره نمیتونه که با شما ارتباط برقرار بکنه به خاطر اینکه طالبان و تمام شبکه‌های مخابراتی گفته که تلفن‌های خود قطع بکنه. این نکته رو ما باید جدی بگیریم که واقعا چرا دولت سر ولسوالی پاتو بیشتر توجه نمیکنه و چرا از سری گذاب حمله نمیکنه. حمله کن طالبان رو باید به زور بکشه دیگه، چاره ای هم نیست، و یا حداقل طوری بکنه که راه اکمالشون طرف اورزگان قطع شه و سه چهار طرف باید محاصره کنه رو خوب محکم بزنه که یک درس برای طالبان شوه. که و گفته دوستاد شوخی گون وقته میگه که بفهم یک سلور چند است. میرم طرف بیسود. دوست عزیز بیسود هم در روزها گپ تازه گزارش نشده، اما طالبان هر از گاهی تحرکات خود داره، هم از سمت سرچشمه و جلز و هم از سمت قسمت های دیگ نور مرزی بیسود و همچنان وردک و همچنان دشت گوله و قسمت های دیگه هر از گاهی شاهد ازی هستیم که فایرکان های داره، ولی در کل نتونست تا به حال پیش بیاییم. مردم به صورت مستحکم ایستاد هست، دلتان جمع باشه تا که اینا از داخل نفوذی نداشته باشه هرگز نمیتونه پیروش شوه، دیمور دلش ما جمع باشه. اما برخی هایی که کمک چی در جنگ دایکندی جای دیگه ای سوسو آمده به نفع دشمن تبلیغات میکنه، امیدوار هستیم که همه کمک مراقب رفتار و گفتارشان باشه. سانچورک هم دوستای عزیز در سر پل متاسفانه به دست طالبا سقوط کرد. امروز عقب نشینی تکنیکی داشتن یا تکتیکی میگه هر چیزی که نام میشانه، متاسف هستیم که کار انجام شد در سانچورک و سانچورک بدون درگیری به دست طالبا افتاد. قبل از صیاد و همچنان سوزمقله سقوط کرده بودن، و اما قسمت های از نزدیکی شهر که مرکزی ولایت باشه سر پول نتونسته که طالبا پیشروی داشته باشه و به عقب زده شده. در قسمت های مختلف هم در اونجا جنگ هست و متاسفانه که شغلگر هم وضعیتش خیلی خوب نیست، هرچند که آمادگی های کم بیش گرفته شده. شغلگر دوستای عزیز من ندیدم میگه که کدام دریایی هست، یک طرف دریا متاسفانه بیشتر وقتا طالبا همش وقت اونجا نفوذی داره یا هر طوری که هست تحرکاتشان خیلی زیاد هست و از گاهی خونجه حمله میکنه و گاهی وقتا حتی برخی قسمت‌ها رو فتح هم میکنه. اما در کل باید توجه به حال شلگر شبه. در یوسف هم دوستای عزیز در وقتا گپ جدید و تازه نبوده و همچنان سر جنگل هم گپ تازه و جدید نبوده. در قسمت های از غزنی هم حالت به مو وضعیت به حالت سابق هست و کدام تغییر تازه به وجود نیامده که من برای شما دوستان عزیز به عرض برسانم. از توجه و همراهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.